اینجا لندن است رادیوی بی بی سی هفته بامداد تهران است تا هشت در کابل و هشت و نیم در دوشنبه درود دو بر شما این چشم بامدادی است یک شنبه از چهارم اسفند 23 فوریه کرونا در حال مختل کردن زندگی عادی در ایران مدارس تعطیلند برنامه های هنری و ورزشی هم همینطور اما چه سازان چه کار میکنند یک سیستم مرکزی بسیار قوی با مدیریت قوی لازم هست که تمامی مواردی رو که از بیماری شناخته میشه یا مشکوک به بیماری هست رو بتونه پوشش بده انتخابات مجلس ایران در حال ای از ابهام چرا نتایج اولیه و میزان مشارکت مردم رسما اعلام نمی شود چه کسانی به مجلس راه یافتند پرسش هایی است که طرح کرد در طول برنامه سازمان اطلاعات سپاه از یک روزنامه‌نگار ایرانی خواسته که حسابهایش در شبکه های اجتماعی را ببندد از این موضوع هم خواهیم گفت از موضوع های بسیاری دیگر ظرف یک ساعت آینده با من داریوش رجبیان سرآغاز تازه‌ترین خبرهای جهان از فرج بالافکن تایید کننده بود. سلام و صبح بخیر در ایران با افزایش تعداد مبتلایان قطعی به ویروس کرونا به 28 نفر و مرگ 5 نفر تمام برنامه های هنری و سینمایی از امروز به مدت یک هفته تعطیل شده در همین حال مسابقات ورزشی در همه رده های سنی تا ده روز آینده لغو شده اما سه بازی در لیگ برتر فوتبال ایران بدون حضور تماشاگران امروز برگزار خواهد شد آموزش پرورش ایران هم اعلام کرده که مدارس چند استان از دو روز تا یک هفته تعطیل خواهند بود همزمان در ایتالیا با مرگ دو نفر در اثر ابتلا به ویروس کرونا دولت آن کشور تدابیر فوری و اضطراری ایمنی اعلام کرده نتایج اولیه انتخابات یازدهمین دوره مجلس در تهران حاکی است که اصولگران در صدر فهرست چهل نفره قرار دارند این در حالی است که وزارت کشور ایران هنوز برآورد یا آماری از میزان مشارکت اعلام نکرده گزارش ها حاکی است که میزان مشارکت رای دهندگان پایینتر از هر دوره دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بوده در آمریکا شمارش اولیه آرا در انتخابات درون حزبی دموکرات ها در ایالت نوادا بیانگیر پیروزی سناتور برنی سندرز است انتخابات ایالتی درون حزبی با هدف انتخاب دو نام، نامزد دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود خشاری جنیدی از واشنگتن گزارش می دهد شمارش اولیه ی آرا در ایالت نوادا نشان می دهد سناتور برنی سندرز با کسب بیشتر از چهل درصد از آرا پیشتاز است و جو بایدن معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا و پیت بوتجج شهردار سابق شهر سافبند، ایندیانا به ترتیب دوم و سوم شده اند. جو بایدن برای ادامه حضور در رقابت به موفقیت در نوادا نیاز داشت. در افغانستان اسدالله خالص سرپرست وزارت دفاع میگوید که گروههایی در داخل و خارج از آن کشور میخواهند برنامه کاهش خشونت را مختل کنند این برنامه از نیمه شب جمعه میان طالبان نیروهای دولتی و همکاران بینالمللی آنها آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت همزمان ساکنان برخی از استانهای افغانستان خواهان پایان جنگ شدهاند محمد پاکنیا گزارش میدهد قرار است نیروهای امنیتی افغان حامیان بین المللی آنان و جنگجویان طالبان در طول این هفته حملات بر یک دیگر را به حداقل کاهش بدهند در بیان توافق نامه نهایی شده بین گروه طالبان و آمریکا امضا خواهد شد مقام ها گفتند پس از آن گفتگوهای بین آغاز خواهد شد مردم افغانستان امیدوارند که در نتیجه این گفتگوها جنگ پایان یابد و صلح و ثبات دائمی در این کشور تامین شود و در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری اعلام کرده که دو هفته دیگر با سران فرانسه آلمان و روسیه در مورد ادلب سوریه دیدار و گفتگو خواهد کرد ترکیه برای مقابله با پیشروی نیروهای سوریه تحت حمایت روسیه هزاران سرباز به ادلب آخرین پایگاه شورشان مخالف دولت اعزام کرده درود بر همراهان چشمانداز بامدادی یک شنبه چهارم اسفند 23 فوریه از رادیو بی بی سی داریوش رجبیان هم در لندن با آرزوی بهترین ها به یکایی که شما در ایران افغانستان تاجیکستان و سراسر جهان البته برنامه را در روزی آغاز می کنیم که در ایران همه برنامه های هنری و سینمایی در سراسر کشور از امروز به مدت یک هفته تعطیل شده مدارس شهر تهران هم امروز و فردا تعطیل شده مراکز آموزشی در استان قم هم که دیروز تعطیل بود برای دو روز دیگر بسته میماند چند استان دیگر هم از جمله استان مرکزی مدارس را برای یک هفته تعطیل کردند دلیل افزایش شمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در ایران وزارت بهداشت ایران میگوید تا کنون 28 تن به ویروس کووید 19 در ایران مبتلا شدند و 5 تن جان دادند. موضوع اول ما همین کرونا است که زندگی عادی را در ایران مختل کرده. نخست جزئیات را از همکارم فرین آسمی بشنویم و ببینیم. ویروس کرونا حالا بیشتر از قبل در ایران پخش شده. مرتزا رحمانزاده شهردار منطقه 13 تهران هفته گذشته در جلسه با اعضای شورای شهر تهران حاضر شد. او جزو موارد مشکوک ابتلا به کرونا است. تا حالا تصور میکرده سرماخوردگی شدید است. او با بعضی از اعضا هم دست داده بود. توضیح غلام حسین محمدی سخنگوی شهرداری تهران. متاسفانه شهردار محترم منطقه 13 مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا هستند و این رو اوژانس کشور تایید کرده ما امیدواریم که ایشون سلامتی خودشون رو باز یابند و مسئله خاصی نباشه حالا محسن هاشمی که در جلسه هفته پیش در کنار آقای رحمانزاده نشسته بود در خطر ابتلا به کووید 19 همان کرونا جدید است محسن هاشمی در این باره توییتی هم کرده به خاطر دیدار من و برخی اعضای شورای شهر با شهردار منطقه 13 که مشکوک به کروناست امروز برای انجام تست به بیمارستان مراجعه خواهم کرد و فعلا در خانه هستم البته فعلا علائم کرونا را ندارم اما نتیجه تست بعد از 48 ساعت مشخص می شود دیگر اعضای شورا نیز حتما تست کرونا خواهند داد ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران از تعطیلی این شورا خبر داد اما علی اعطا سخنگوی شورای شهر گفت که اعضا تصمیم گرفتن روز یکشنبه نشست علنی خود را برگزار کنند اما شاید غیبت بعضی از اعضا در این تصمیم تاثیر بگذارد تعطیلی برنامه های جمعی و خودداری از حضور در اماکن مذهبی از مواردی است که بیشتر پزشکان به آن توصیه می کند. اما قلام جلالی رئیس سازمان پدافند غیر ایران گفته مقام های ایرانی هنوز به این جنبدین نرسیدند که در قوم یا مکان زیارتی پر رفت و آمد قرنطینه لازم باشد. جعفر صبحانی مرجع تقلید شیعه در قوم اما خواست حضور در اجتماعات لغو شود. با وجود اینکه ایران بعد از چین دومین کشوری است که سرایت ویروس کرونا جدید در آن به سرعت پیش رفته، سعید نمکی وزیر بهداشت میگوید ویروس کرونا جدید آنقدر هم خطرناک نیست. وحشتی که در ذهن مردم در جهان ازش شک گرفته ویروسی است به مراتب کم تهاجم تر از ویروس آنفولانزای اچ انوانی که ما در پاییز با لطف خدا و همت تیم بهداشت درمان و آموزش هایی که مردم گرفتن مهار کردیم کشندگی و بیماریزایی اچوان انوان به مراتب از این بالاتر بود این ویروس به مراتب از ویروس سارس که در سال 2003 گرفتاری در چین و بعضی جاهای دیگه ایجاد کرد ضعیفتر عمل میکنه منتها مشکلی که این ویروس داره قدرت سرایتشه بعد از دیده شدن مواردی از کرونا در ایران اراق از ایران خواسته مرزش را ببندد و ظاهران دست کم تا روز دوشنبه به این کشور سفر نکنند خبرگزاری امارات متحده عربی هم به نقل از وزارت بهداشت این کشور از تشخیص کرونا در یک مسافر ایرانی و همسرش خبر داده وزارت بهداشت و پیشگیری امارات ابتلای دو نفر به ویروس جدید کرونا معروف به کووید 19 را تایید کرد. یکی از این دو مبتلا یک مسافر 70 ساله ایرانی است که در وضعیت سلامتی ناپایدار است و در بخش مراقبت‌های ویژه تحت نظر قرار گرفته. ابتلا به این ویروس در ترشحات مخاطی همسر 64 ساله او نیز مشخص شده. خبرگزاری ایرنا از کمبود ماسک، ژل ضد عفونی و الکل در داروخانه های تهران خبر داده. سازمان غذا و دارو قیمت هر ماسک را 410 تومان اعلام کرده. اما به گفته مردم در داروخانه ها اگر ماسکی هم وجود داشته باشد دست کم 1500 تومان است. وزیر بهداشت اما وعده داده به زودی تعداد زیادی ماسک به رایگان در اختیار مردم قرار گیرد. به دلیل پنهانکاری و اطلاع رسانی قطر چکانی حکومت ایران تعداد دقیق مبتلایان به ویروس جدید کرونا مشخص نیست. به نظر می رسد فعلا تنها راه رعایت بهداشت فردی و دوری از مکانهای پرجمعیت است. فرین آسمی گزارش میداد و اما شیوع کرونا در زمینه ورزش ایران هم بی تاثیر نبوده. ستاد مقابله با گسترش بیماری کرونا در ورزش در فدراسیون پزشکی ورزشی ایران اطلاعی صادر کرد و تمام رویدادهای ورزشی کشوری لیگ های دستی اول و دوم همه رشته های ورزشی را در همه رده های سنی از روز پنجم اسفند ماه به مدت ده روز لغو کرد. در این اطلاعیه اطلاعی گفته شده که تصمیم بعدی این ستاد در اطلاعیه بعدی اعلام خواهد شد. این در حالی است که بازی های امروز لیگ برتر فوتبال ایران لغو نشده هرچند بدون حضور تماشاگران دلیل اتخاذ این تصمیم را از همکارم پوریا ژافره که رویدادهای ورزشی را دنبال می کند پرسیدم درست دارش اینم از اون عجایب مختص ورزش ایرانه که الان اومدن این اعلامیه رو دادن حتی دیروز سر مسابقه بسکتبال کاپ آسیا هم بحث این بود که بازی تیم ملی ایران بدون حضور تماشاگران برگزار بشه ولی اون یه مسابقه بین المللی بود که کارش دیگه نمیشد کرد در مورد مسابقه های امروز هر جای دنیا که نگاه میکنی اگه که اتفاق مشابهی افتاده بود با توجه به اینکه بازی های امروز در سرنوشت لیگ هم بسیار تأثیر گذارن تیم های اول و دوم جدول دارن با هم بازی میکنن تو اسفهان و نتیجه این مسابقه که تماشاگرا حضورشون میتونست تاثیر داشته باشه تو نتیجه این مسابقه و نیستن میتونه تو سرنوشت قهرمانی لیگ تاثیر بذاره و اگر که به فرض سپاهان بازنده مسابقه باشه میتونه بره شکایت بکنه به مراجع بین بگه که همچین اتفاق افتاده بازی عقب نیفتاده و از امتیاز میزبانی محروم شده و بعد میتونه پیگیر داستان بشه اما اینکه این استثناء را قائل شدن فکر میکنم بیشتر از هر چیز دیگه ای بر برمیگرده به خاطر اینکه اگه که یادتون باشه اول فصل دو ماه مسابقه ها عقب افتاد برای درست کردن زیر ساخت ها. که تو اون مقطع ما مسابقه های خیلی زیادی کردیم میگفتیم که فدراسیون داره زمان میخره که بتونه با فیفا صحبت بکنه در مورد بحث حضور زنان در استادیوم ها اون دو ماهی که عقب افتاد برنامه رو انقدر فشرده کرده که فدراسیون هرچی بالا پایین میکنه می بینه که وقت دیگه برای برگزاری مسابقه توی تو یک زمان دیگه نداره ولی به هر حال این بازی ها برای ده روز که لغو شدن آیا نقض قرض نمیشه که این سه بازی امروز برگزار بشه بهترین واژه رو به کار بردید دقیقا این نقض قرضت اصلا اگر که ترس از شیوع ویروس هست مسابقه فوتبال یک چیزیه که از پخش تلویزیونیش گرفته تا برگزار کردنش کادرها تیمها همین جوریش نزدیک دیویسی نفر مجبورن که اونجا از یگان ویژه حضور داشته باشن بخوان مردم رو راه ندن همه این مسائل کنار همدیگه دیگه یه جمعیتی کنار هم دیگه جمع شدن و درستترش اینه که بازی رو ببرن در یک مقطع دیگه برگزار بکن. و اینکه استثنایی که دارن اینجا قائل میشن یه مقدار آتورو و دست کشورهای دیگه میده به خصوص که ایران خودش به زودی با هنگ کنگ بعد مسابقه تیم ملی برگزار بشه اگر که هنگ کنگ الان بیاد بگه که ما نمیخوایم بیایم تو ایران بازی بکنیم به خاطر اینکه وضعیتی که تو ایران هست باز اون خودش یه هستش که دست کشورهای دیگه دادن و از طرف دیگه فیفا که نظارگر تمامی عجایب مسائلی که در مورد فدراسیون فوتبال هست که همین دیروز هم قرار بود که صلاحیت نام ریاست اعلام بشه و نشد نگاه میکنه متوجه میشن که واقعا مثل اینکه فدراسیون اصلا کارایی خودش رو از دست داده و پوریا ادامه این ماجرا فکر میکنی چه خطرات و پیامدهایی داشته باشه برای فدراسیون ادامه ماجرات یکی از جهت این که فدراسیون داره ناتوانی خودش رو در برگزاری مسابقه با حضور تماشاگران نشون میده و از طرف دیگه در حالی که ما داریم صحبت میکنیم راجع به همین باشگاه های ایرانی تیم های ایرانی که در آسیا همین چند هفته پیش داشتن اعتراض میکردن به حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا که گفته بود بازی های خونگی تو ایران برگزار نشن الان یکی از مهمترین عواقب برای همین تیم ها همین تیم های بالای جدول که تو آسیام اتفاقا حضور دارن یعنی بحث از پرسپولیس استقلال سپاهان و شهر خود روه. اینها میزبانی دور رفت رو که به خاطر اون مسئله امنیتی از دست دادن حالا ممکنه که میزبانی دور برگشت رو هم به خاطر همین مسئله از دست بدن پوریا جافره بود که درباره های شیوع ویروس کرونا در زمینه ورزش در ایران میگفت خلاص اینکه دیدن افرادی با های تنفسی در سطح شهرهای بزرگ ایران امر عادی بود به دلیل آلودگی هوا و حالا با شیوع ویروس کووید 19 ادیتر تر هم شده و می شود همانطوری که شنیدیم در ایران برای جلوگیری از گسترش دامنه شیوع به ویروس ویروس کووید 19 تمهیداتی انجام شده از دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت های ویژه در لندن پرسیدم آیا چاره هایی که در ایران اندیشیدند و پیاده می کنند برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا بسنده است یا نه به طور مسلم یک سیستم مرکزی بسیار قوی با مدیریت قوی لازم هست که تمامی کیس هایی رو که یا مواردی رو که از بیماری شناخته میشه یا مشکوک به بیماری هست رو بتونه پوشش بده چه از نظر آزمایشات و به خصوص در کشور ما که مسائل مالی برای بیماران هم مطرح هست چه از نظر هزینه انجام تست ها و همینطور هماهنگی برای قرنطینه کردن هماهنگی برای در قرار دادن امکانات درمانی در اختیار بیماران و همه مسائلی رو که یک بیمار و یا شخص مشکوک به بیماری نیاز داره در این حال به جز اون نیاز هستش که هماهنگی خاصی بین تمام نهادهای دانشگاهی در ایران و همینطور شبکه های بهداشت، آزمایشگاههای های طبی و اینها انجام بشه یعنی شما آزمایشگاه های رفرانس بایستی وجود داشته باشه و جدا از اون آگاهی دادن درست به مردم که نقش بسیار مهمی داره اه همینطور اه که خیلی مختصر خدمتتون از کنم قرانتینه کردن بیمارانی که مشکوک هستند و احتمال آلودگیشون هست و همینطور جدا کردن بیماران مشکوک در بیمارستان ها و مرکز درمانی از بیماران آسیب پذیر مثل افراد مسن یا افرادی که دارای بیماری های قلبی و شدید یا بیماری های برقیم و یا نقص ایمنی هستند ولی قرنطینه محلات یا شهرها چطور آقای دکتر همطور که می‌بینیم مثلا در چین وهان که محل در آغاز شیوع ویروس کووید 19 بود شهر قرنطینه کردن آیا به نظر شما وضعیت در ایران به حدی جلو رفته در زمینه شیوع ویروس کووید 19 که مثلا شهر قم رو قرنطینه بکنن اگر که ووهان رو, چ... رو میفرمایید به خاطر اینکه آلودگی از اونجا شروع شده و تعداد مواردی که در ووهان چین بوده بسیار بالا بوده بله به خاطر همین کلیت شهر قرنطینه شده ولی که ما ابعاد این مسئله با توجه به اینکه ما میدونیم که الان گزارشاتی که من خوندم موارد مثبت بیماری ایران در قوم، عراق، تهران و رشت گزارش شده و همچنین دو مسافری که من خوندم به کانادا و لبنان سفر کرده بودن از ایران ما میدونیم که این ویروس در خیلی از شهرها ممکنه وجود داشته باشه و اینکه که با بخوایم تمام شهرها رو قرنطینه بکنیم نه علمیست، نه منطقی و نه نتیجه خاصی خواهد داشت اون چیزی که میتونیم انجام بدیم یک سیریز که در به عنوان مدیریت بحران شناخته میشه یا مدیریت بهداشتی و در زمینه تمام بیماری های واگیر در همه دنیا در کشورهای مدرن انجام میشه این هستش که تشخیص سریع، هماهنگی سریع، درمان سریع و همینطور پیگیری سریع بیماران انجام بشه و به طوری که اونها رو بتونن از جمعیت آسیب پذیر دور بکنن صحبت از پیگیری و درمان سریع شد آقای دکتر صدری پرسش که برای بسیاری مطرح هست اینه که چرا مقام های ایران مقام مربوطه اینقدر دیر دست به کار شدند مثلا در بسیاری از کشورهای منطقه میبینیم که بعد از آغاز شیوع کرونا دست کم کاری که کردن این بود که پروازهاشون به چین رو محدود یا حتی متوقف کردند همراه با قرنطینه افرادی که مظنون به حمل این ویروس بودند آیا این مازل در واقع دیر کردی که در ایران صورت گرفت اتفاق افتاد به نظر شما میتونه دلیل پزشکی یا بهداشتی داشته باشه یا نه بله در مورد که میفرمایید تعلل انجام شده ما متاسفانه چنین چیزی بوده ولی دلایل غیر پزشکی رو بنده نمیتونم اصلا نظری بکنم چون که واقعا در حیطه وظایف من به پزشک نیست ولی بسیار زودتر از این میشد کارهای انجام بشه حالا پیش بینی شما چی هست با مشاهده وضعیت که در ایران میبینید فکر کنید که الان دامنی گسترش این ویروس گسترتر بشه یا دارن کارهای را انجام میدن که میتونن جلوش را بگیرن بهترین کارهایی که میشه در این ارتباط انجام داد من فکر میکنم ایجاد آگاهی به مریض ها هست کسانی که بسیار آسیب پذیر هستن بیماری های خاص دارن و سن بالا خب میتونن کمتر به, جز... کمتر به بیرون بیان از خونه و سر کنن که به جاهایی که بسیار لازم نیست نرند و خودشون رو محدود بکنن سفرهاشون رو خطر دیگری که وجود داره در مورد افراد سالم چون اونها افراد سالم و جوان به صورت ایسیمتوماتیک یعنی بدون علائم دچار ویروس میشن یعنی هیچ گونه علائمی از بیماری از خودشون نشون نمیدن و اینها میتونن عاملی باشن که بیماری رو به افراد آسیب پذیر منتقل میکنن همونطور که مستحضر هستید خیلی هم از ماسک های مختلف استفاده میکنن اکثریت این ماسک ها استاندارد نیستن چون ذرات ویروسی بسیار کوچک هستند و از هر ماسکی هم رد میشن این هستش که مهمتر از اون اصول شستن دست و نکات اساسی بهداشتی هست خدمتون ارز بکنم علاوه بر اینها همه ما باید آگاه باشیم که این ویروس مرگ و میری حدود فقط دو درصد داره یعنی در و هشت درصد از مبتدایان به مرگ دچار نمیشن پس این ترس بیش از حد رو بایستی با خرد جایگزین بکنیم و برخورد منطقی و سعی کنیم که به طور علمی و منطقی با این مسئله برخورد بکنیم به جای شایعات توضیحات دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت های ویژه در لندن بود در همین مورد ناصر پرسیده که لطفا از پزشکان سوال کنید که آیا پرهیز و یا دستور غذایی خاصی برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا توصیه می کنند یا فقط رعایت بهداشت فردی کافی است که قول میدم در صحبت های بعدی با پزشکان این موضوع هم مطرح بکنیم و اما همایش ها و نمایش های هنری و ورزشی تنها محل تجمع مردم نیست به ویژه در کشوری که گرد های روزمره در اماکن زیارتی و مساجد حسینی ها هم صورت میگیره آیا در این مورد هم باید محدودیت های اعمال بشه برای جلوگیری از رشد ویروس کرونا یا نه به نظر شما البته از ایران گزارش های میرسه که موضوع حضور در حرم های مذهبی و بوسیدن زریح زیر سایه احتمال واگیری کرونا به عنوان چالشی تازه مطرح شده دیروز تصویرهایی از حفاظ های گذاشته شده مقابل زریح فاطمه معصومه در قم منتشر شد با پخش این تصور که شاید این چاره برای جلوگیری از شیوع کرونا برای زائرانی که بر زریح بوسه میزنند انجام شده اما روابط عمومی حرم فاطمه معصومه بیدرنگ این خبر را تکذیب کرد و گفت که زریح متحر برخی از شبها ضد افونی می شد. ولی از یک بوسه تا بوسی دیگر که فاصله اندکی است آیا امکان ضد افونی کردن زریح وجود داره؟ آیا برای جلوگیری از شیوع کرونا بجه در شهری چون قوم که خواستگاه این ویروس در ایران به شمار می آید تدابیری در این جهت باید اتخاذ بشه یا نه در کل در اماکن زیارتی دیگر چطور نظر بدین تا بخونم. دیدگاههای شما در این برنامه در تلگرام به بیبیسی شما بامدادی ات بیبیسی کo یوk ۲صفر ۴چ ۳هفد چهارصددازده حالا صحبت از انتخابات است انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران که دو روز پیش انجام شد اما تا کنون آمار رسمی دقیقی از میزان مشارکت مردم در آن و نتایج انتخابات منتشر نشده آنچه از تهران میدانیم این است که نتایج اولیش اعلام شده در فهرستی که نام چهل نامزد در آن اعلام شده محمد باقر قالیباف و مصطفی میرسلیم در صدر جدول قرار دارند محمد باقر قالیباف فرمانده پیشین نیروی هوایی سپاه پاسداران است که فرمانده نیروی انتظامی و شهرداری پای پایتخت را هم در کارنامه اش دارد مصطفی میرسلیم هم از چهره اصلی حزب معتلفی اسلامی است و طی سالهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی را عهده دار بود بنا به تمام گزارش ها میزان مشارکت پایین تر از هر دوره دیگر انتخابات مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بوده بنابر به برآورد خبرگزاری فارس هم که وابسته به سپاه پاسداران است میزان مشارکت در انتخابات مجلس حدود 42 درصد عنوان شده با توصیف افت شدید فرشته قاضی که این روزها خوشبختانه در لندن است و اینجا در استودیو با ایشون هستیم نگاهی داشته به نتایجی که تاکنون اعلام شده فرشته میشه لطفا از وضعیت بگید که از چه قراره فعلا همطور که اشاره کردین از سوی نهادهای رسمی ستاد انتخابات کشور هیچ آماری در مورد میزان مشارکت در درصد مشارکت در انتخابات اعلام نشده ما با یک نوع سکوت مواجه هستیم بعد از اون که استاندار تهران گفت میزان مشارکت نه به صورت جزئی و حوزه‌ای بلکه به صورت کلی کشوری از سوی وزیر کشور اعلام خواهد شد اما خبرگزاری فارس میزان مشارکت رو 42 درصد اعلام کرده که در مقایسه با دوره قبلی مجلس 19 درصد افت داشته اه. اما اومده این رو مقایسه کرده با انتخابات مجلس هفتم که بعد از مجلس ششم کاهش 16 درصدی آرا رو داشته و هر دو رو در واقع مقصر عمل کرده مجلس شم و اینجا مجلس دهم ده دونسته میگه اینا وارد بازی های سیاسی شدن ناکارآمد بودن و این باعث شده که مشارکت مردم کمتر بشه اما گذشت از مشارکت میزان مشارکت نتایجی که داره منتشر میشه از کسانی که وارد مجلس تونستن بشن در قوم کمترین میزان مشارکت رو فعلا گفتن که وجود داره و اونجا امیر امیرآبادی مشتبه زنوری و علیرضا زاکانی که هر سه از جناه تونروی اصولگرا هستن آقای زاکانی قبلا نماینده مجلس بوده آقای زنوری و آقای امیرآبادی نماینده مجلس هستن کمترین میزان مشارکت در مقایسه با انتخابات قبلی نه در این دوره هم میگن ام. که به دلیل اینکه کرونا توی قوم شروع شده به همین دلیل ادعا این است که به این دلیل میزان مشارکت کمتر شده خب حالا از قوم که گفتیم میشه همینجا سوال بکنم خانم قاضی که بالاترین میزان مشارکت تا اینجا چه بوده بر مبنای اون داده هایی که فعلا دم دست داریم بر مبنای اخبار غیر رسمی کوهگیلویه و بویر احمد هست که بین 60 و خورده درصد تا 80 درصد این اخبار هم در نوسان هست که بالاترین میزان مشارکت رو داشته اما در مورد چهرهایی که وارد مجلس شدن چیزی که ما میبینیم از طیف محمود احمدی نژاد چهارده تن از وزرا استاندارا و فرماندارای ایشون وارد مجلس شدن تونست الان در مجلس ساعتی حضور خواهند داشت در تهران علاوه بر آقای قالیباف و آقای میر که اشاره کردید نفر سوم مرتضا آقا تهرانی که دبیر کل جبهه پایداری از تندروترین گروه های در واقع داخل حاکمیت که مخالف دولت حسن روحانی مخالف برجام بودن مخالف اف ای تی اف بودن و در لیست تهران میگن آماری که منتشر شده میگن اون لیست وحدت لیست اطلاف اصولگرایان جلو هستن اون سی نفر با فاصله بسیار زیادی نسبت به نفر سی و که اون به بعد جلو هستن که در صدرش آقای غالیبافه و توی اینها ما نام پنج تا زن رو میبینیم که دوتاشون قبلا سابقه نمایندگی داشتن و یکی دیگهشون خانم زهر سادات لاجوردی دختر اسدالله لاجوردی هست که در واقع قبلا رئیس زندان اوین بوده و همینطور خانم قاضی در بخش از حوزه‌های می میبینیم که نامزدهای برند اعلام شدن که کمتر از 20 درصد آرا رو به دست آوردن و می‌دونیم که بنا به مقررات انتخابات ایران اگه کمتر از 20 درصد باشه باید بره به دور دوم درسته که قرار 29 فروردین سال آینده برگزار بشه درسته ولی تا حالا آمار دقیقی از اینکه چه تعداد به دور دوم میرن چه تعداد دور دوم نمیرن نداریم تنها در مورد لیست تهران هستش که ما میبینیم خبرگزاری های دولت در واقع حکومتی و خبرگزاری مثل تصنیم، تابناک، فارس مشخصا اعلام کردن که به دور دوم کشیده نخواهد شد در واقع به نوعی نوع خبر رسانیشون در مورد این لیست یادآور لیست امید هست لیستی که از تکرار میکنم آقای خاتمی ام. اومد دور قبلی با فاصله زیادی آرا رو برد و دقیقا به نوعی انگار اسم عوض شده و جایگزین اون شده به نوعی خواسته همچنان همه چیز در حالی از ابهام است سپاسگزارم از فرشته قاضی که اینجا در استودیوس و بعدا دوباره بهشون برمیگردیم با روزنامه های صبح امروز چاپ تهران ولی برای بررسی همین موضوع انتخابات حسین علیزاده را در ارتباط زنده داریم حالا دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از شمال لندن با ما صبح بسیار زود شما به خیر آقای علیزاده چیزی رو که خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران هست افت شدید در میزان مشارکت مردم در انتخابات عنوان کرده شما چطور توصیف میکنید؟ خب ابتدا این رو اشاره کنم که وقتی شخص آیت الله خامنه ای به صورت بسیار نادر میآید اون جمله خودش رو به کار می‌بنده که اگر من رو هم دوست نداری برای مسلحت کشورتون وارد کار بشه این ارزیابی این رو نشون میداد که نه دیگه اون مسئله تکلیف شرعیس رو نمیدونم واجب است و اینا دیگه کارگر نیستش برای مسلحت کشور بیا حتی اگر من دوست نداری پس معلوم بودش که ارزیابی شد این بوده که سطح مشارکت پایین است حالا پرس شما هست که چرا شاید دو دلیل رو دو دسته دلیل رو بتونم اشاره بکنم یکی وضعیت مهنت اقتصادی مردم که دیگه از از, از شمس هستش و وضعیت اقتصادی به شدت وخیم هست حالا این رو همه میدونن و دسته دوم هم آسیب شدیدی بیش از پیش به مشروعیت نظام خورده بود طی اعتراضاتی که سر رخ داده بود آبان دی ماه 96 یادمون هستش که سرکوب شدن در این مردم به خاطر مسائل اقتصادی اعتراض کردن در آبان ماه امسال سر مسئله بنزین اعتراضات بالا گرفت هنوز تعداد کشته هم بیرون اعلام نکردن چه وضعیت اینقدر وضعیت وخیم بوده اینا همه مشروعیت نظام رو از بین بردش افزون بر اینکه قصه هواپیمای اوکراینی هم پیش اومد و اون لاپوشی ها و بعدا مسئله فاش شد و آسیب جدیی که خورد و الان هم که کرونا هم پیش اومده این هم معلومه لاپوشی کرده بودند و اینها رو وقتی این دو دست عوامل کنار رو کنار هم بگذاریم به ما موجب شده بود که خودشون هم ارزیابی داشتند که سطح مشارکت پایین خواهد آمد خب دقیقا همونطور که اشاره کردین ارزیابی داشتن و در واقع رد سلایت های که شورای نگهبان انجام داد یکی از عوامل این میزان پایین مشارکت مردم در انتخابات ارزیابی شده به نظر شما چرا سراغ مشارکت حد رفتن و اون هم عمدن؟ خب این تعبیر خیلی دقیقیه که مشارکت حد ارزیابی شده بود ولی چرا اینها تدابیری نگندیشیدن برای اینکه حالا این الان 42 درصد چقدر اعلان شده حالا اینو مثلا برسونن به سطح درصد برسونن در مجلس دوره هفتم بودش که 52 درصد حالا به همون سطح اقلا برسونن به عبارت دیگر و در پرس پرسش پیشیم گفتیم که خب مینا که می مشروعیت نظام آسیب دیده هواپیما اوکرانی و نمیدونم اعتراضات آبان ماه و همه اینها رو می خب یه آقای علی متحدی رو تو لیست می تشنن. یا ای آقای, آقای, آقای مهدی خز علی مثلا می که در دو ادبار قبل میگفتش که بریم به یک تک نفر خودمون رای بدیم آقای علی متحری صدای از ما در اونجا باشه آقای خادم سلحشوری رو اجزه بدن یا مثلا آقای صادقی رو اجزه بدن به حال کبریت بی خطر بودن چرا اینها سراغه دقیقا سوال همین که چرا این کار رو دو دلیل من دو دلیل بسیار مهم رو در اینجا میگم. یعنی ترجیح دادن که مشارکت حداقلی باشد اما این دو, 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 هدف رو پیگیری بکنن یک من اسمش رو تدبیر اندیش برای تدارک آرایش نظامی و دو من اسمشو میگذارم پرش سگام آرایش نظامی منظور من این هستش که دیدید در آقای روحانی میگوخش من سرهنگ من, من نمر و سرهنگ نیستم در اون دوره دنبال این بودن که حالا یک جلوه بدن دو حالا مثلا آدمی که حالا به اصطلاح حقوقدان هستش سر کار برسونن اما این دور شما نگاه آقای قالیباف وارد شده به احتمال قوی به هم ایشون رئیس مجلس خواهد شد و این در شرایطی است که چرا آرایش نظامی دارم میدیم میبینیم به خاطر اینکه ایالات متحده آمده سپاه پاسداران جزء فهرست‌های تروریستی قرار داده سردار سلیمانی رو حذف فیزیکی کرده تحریم های اقتصادی که به قوت خودش باقی هستش خود آقای خامنه گفت گفتش که حالا حالا قرار نیست این تحریم ها برداشته بشه خب پس بنابر این اگر یک مجلسی در اون باشه همه آقای علی متحری به وقتی مسئله بنزین پیش آمد آیا تو اینها این ها خانم سلحشوری این رایه بدیم واقعا چرا باید یه هزار تومن میشه سه هزار تومن؟ نه دیگه از این نقزدن ها هم توی این مجلس نباشه آرش کام زربتی نظامی پیش برید این نکته اول من ارزیابی اینه که این به یک دلیل بوده این کار رو کردن ارزیابی دوم این هستش که رو میذارم پرش سگام منظورم از پرش سگام این هستش که یک این تفکر اصولگرایی افراطی نه از علی متحدی تند روانه این گام اول تصرف مجلس گام دوم در 1400 تصرف ریاست جمهوری و گام سوم مسئله رهبری است به هر حال همه تدارک این رو میبینن که به هر حال روزی بایستی مسئله رهبری انجام بشه در اون شرایطی که به هر حال امثال مثلا آقای علی متحری میگه که آقا مگه رهبر حرفش وحی منزله من حق دارم ایتون مخالفت با رهبر بکنم من حرف خودم میزنم شو ایشون هم فرامین خودش رو بدن <applause> این در این گونه این گونه به اصطلاح نقزدن هایی که مطلوب حاکمیت نیست هم دیگه نباید شنیده بشه تا تدارک مسئله رهبری در دور بعدی حالا چه زمانی اتفاق بیفته در این مجلس در این ریاست جمهوریو اون خبرگانی هم که دیگه آقای یزدی داره توش میره آقای مصباح یزدی داره توش میره در این سگام مسئله رهبری رو هم به این ترتیب دارن جادهش رو صاف میکنن سپاسگزارم آقای علیزاده با حسین علیزاده صحبت میکردم دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن ممنون از حضور شما در چشمانداز بامدادی بی بی سی در این لحظات بامداد یک شنبه چارمه اسفند 23 فوریه نگاهی تازه داریم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه با افزایش شمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در ایران به 28 تن و مرگ 5 تن بر اثر آلودگی به این ویروس وزارت ارشاد ایران در اطلاعی اعلام کرد که تمام برنامه هنری و سینمایی در سراسر ایران از امروز چارمه اسفند ماه به مدت یک هفته تعطیل است انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران دو روز پیش انجام شد اما تاکنون آمار رسمی دقیقی از میزان مشارکت مردم در آن و نتایج انتخابات منتشر نشده آنچه از تهران میدانیم این است که نتایج اولیش اعلام شده در فهرستی که نام چهل نامزد در آن اعلام شده محمد باقر غالیباف و مصطفی میرسلیم در صدر آن قرار دارد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران محمد مساعد روزنامه‌نگار ایرانی را دیروز احضار کرده و او را واداشته که حسابهای خود در شبکه‌های مجازی را ببندد و شمارش اولی آرا در انتخابات درون حزبی دموکرات‌های آمریکا در ایالت نوادا بیانگر پیروزی سناتور برنی سندرز است خب برخی از این موضوع ها رو تا اینجای برنامه مرور کردیم و شماره هم افتاده به نیمی دوم که تا چند ثانی دیگه آغاز خواهد شد به روزمای تهران نگاهی خواهیم داشت که ببینیم چه مطالبی برای رسانه های چاپی ایران مهم بوده امروز که میشه حد زد چه ها بوده بر مبنای مطالبی که تا حالا داشتیم از احزار یک روزنامه نگار که در زمینی فساد در ایران می نویسد هم خواهیم گفت و تازه های علمی هفته را هم داریم. نزدیک به 150 سال پیش مأموریتی اکتشافی در اقیانوس انجام شد که شواهد جمعآوری شده در اون حالا به درک بهتر اسیدی شدن دریاها در کمک کرده که در گزارش اول درباره اش خواهیم شنید و بعد میپردازیم به کشف گدال ناشی از برخورد شهاب بزرگی که 800 هزار سال پیش در آسیا به زمین برخورد کرد. درهای راز دانش تا حدود 16 دقیقه دیگه به روی ما و شما باز میشه پس با ما بمونید لطفا هر جا که هستید سر میز صبحانه یا در حال رانندگی می توانید چشم انداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید. صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8 و نیم صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22 25 و 31 متر برابر با 13750 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشمانداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید. ممنون از اینکه از هر طرقی که دمی دست دارید با چشم انداز بامدادی بی بی سی هستید. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران محمد مساعد روزنامه‌نگار ایرانی را دیروز احضار کرده و او را واداشته که حساب‌های خود در شبکه‌های مجازی را ببندد. آقای مساعد که خبرنگار حوزه اقتصادی بوده و بیشتر از های مربوط به فساد می‌پرداخته، در پی اعتراض‌های آبان ماه در کنار سپیده قلیان یا دار و شفا کاوی دار و شفا و سهام مرتضی بازداشت شد و دو هفته در زندان ماند. او روز 16 آذر آزاد شد و همچنان به عنوان روزنامه‌نگاری شناخته می شود که در حوزه اقتصادی فعال است و به موارد فساد می‌پردازد. مقام‌های قوی قضایی ایران با وجود شعار مبارزه با فساد به شدت با روزنامه‌نگاران افشاگری که نزدیک به حکومت نیستند برخورد می‌کنند. در این باره محمد مساعد چنین گفت: من امروز احضار شدم به سازمان اطلاعات سپاه همونطور که می‌دونید آذر ما توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده بودم و این پرونده هنوز توی مرحله و به دادگاه نرفته در جلسه امروز سخن از این بود که مطالبی که در کانال تلگرام و توییتر پس از آزادی منتشر کردم مورد رضایت این سازمان نبود و اعتقاد داشتن که میتونه مصداق جرم باشه و به همین دلیل در نهایت به من گفته شد که تا زمان برگزاری دادگاه حق فعالیت رسانه‌ای در فضای مجازی رو ندارم و به همین دلیل حساب کاربری توییتر من غیر فعال شد و کانال تلگرامی هم که درست کرده بودم بعد از از کار افتادن کانال تلگرام قبلی که در بازداشت قبلی از کار افتاده بود این کانال تلگرام هم در واقع به کلی از بین رفت و در حال حاضر منتظرم تا زمان دادگاه مشخص بشه و روال پرونده طی بشه و تا اون زمان نمیتونم فعالیت رسانه‌ای داشته باشم در فضای مجازی محمد مساعد بود روزام نگاری که میگوید باز هم برای توضیح درباره فعالیتش در شبکه های اجتماعی احزار شده حالا برگردیم به رویدادهای روز ایران با روزنامه های صبح امروز تهران که نبز رسانه جامعه است ببینیم که چه موضوع های امروز در روزنامه ها برجسته شده این بار فرشته قاضی رو که روزنامه ها رو از راه دور از آتلانتای آمریکا برای ما مرور میکرد اینجا در استودیو داریم فرشته کرونا و انتخابات مجلس به نظر میاد که چیزهایی هست موضوعاتی هست که خیلی موج میزنی در این روزنامه ها درسته همینطوره کرونا بیشتر در روزنامه های اصلاح طلب برجسته است اکثرا تیتر یک هاشون اون هست ولی انتخابات مجلس و به نوعی نتایجی که تا الان مشخص شده تیتر یک و سرمقاله های روزنامه اصولگرا هست در واقع اونها بیشتر به این موضوع پرداختن تا مسئله کرونا و همینطور میبینم که در مورد آفتاب در واقع نگاه اصلاح طلبان به انتخابات هم از آفتاب یزد مطلبی داریم اگه موافق باشی از اصولگره ها شروع بکنیم و این که در واقع اصولگره که ظاهرا خیلی خوش درخشیدن در انتخابات دقیقا همینطوره و بیشتر به عدم مشارکت یا مشارکت پایین مردم پرداختن به عللش و اون رو در عملکرد دولت و عملکرد مجلس فعلی خلاصه کردن مثلا فرختگان از مشارکت فعال و خاموش علیه دولت روحانی نوشته تیترشه وطن امروز از رأی ملت به منتقدان دولت نوشته و تیتر کرونای بنفش رو به کار برده و اینکه عامل اصلی کاهش مشارکت مردم نسبت به ادوار گذشته ناکارآمدی بیتدبیری دولت و دنبال روی مجلس از سیاست دولت در روزنامه جوان عبدالله گنجی یه کم هم پارو فراتر گذاشته مدیر مسئولین روزنامه و میگه که بدون تردید پیدایش کرونا و بمباران رسانه های غربی وحشت عجیبی در مردم ایجاد کرده مثل قوم که مرکز رأی متشرعینه اما با کاهش مشارکت جدی مواجه شده در واقع کرونا را هم دلیل کاهش مشارکت عنوان کرد آقای گنجی ولی اما فرصت خیلی کوتاه فشته خیلی دوست دارم که واقعا نگاهی داشته باشیم به مطلب آفتابی یز یا در واقع نگاه اصلاح طلبان به این انتخابات آفتابی یز رفته سراغ ترکیب مجلس آتی که اینکه این ترکیبی که تا الان مشخص شده چه کار خواهد کرد؟ تیت زده در سرمقالش علی رضا کریمی که اتفاق عجیبی رخ نخواهد داد و معتقده که در مجلس پیش رو مثل مجلس هشتم اصولگرا خیلی زود چند شقه خواهند شد فرکسیون های جدید با عناوین مختلف تشکیل خواهند داد دولت روحانی روزهای بسیار سختری خواهد داشت تجربه خواهد کرد و شاید اصلا وزراش نوشته مجبور شدن لحاف توشکشون هم بردارن ببرن به جای خونهشون توی بهارستان پند بکنن به نوعی بحث استیزاه و سوال و اینا رو مطرح کرده اما از طرفی هم نوشته آقای کریمی سرمقال نویس آفتابی است که مجلس در شرایط حال و حاضر در جایگاه و مرتبه نیست که بتونه تاثیرگذاری خاصی بر ما معادلات مهم مملکتی داشته باشه ولی باز هم میدونم که مطالب خیلی زیاده از جمله در مورد کرونا که بهش متاسفانه الان نمیرسیم یک موضوعی که بهش نرسیدیم در این برنامه موضوع وضعیت صحت محمد رضا شجریان استاد موسیقی ایران هست که روزنامه اعتماد البته روزنامه‌های دیگر هم هستند که مطالبی داشتن و اعتماد به این موضوع به ویژه پرداخته چی میگه کوتاه لطفا درسته بیشتر حسام الدین سراج در این روزنامه شجریان رو صدای مردم خونده و معتقده که اون فقط یک خواننده نیست هم هنرمند هم انسانه در مقام انسانه و اینکه نه فقط به عنوان یک خواننده یک هنرمند ملی هست که در دوره مختلف کار هنری خودش همیشه کنار مردم بوده و هیچ وقت جایگاه مردمیش رو با هیچ چیز دیگری معاوضه نکرده برای همین هم هست که مردم هم نشون دادن همیشه کنار او هستن سفاس فراوان خانم قاضی با فرشته قاضی صحبت میکردم اینجا در استودیو که نگاهی داشت به های صبح امروز چاپ تهران که همونطور گفتم مطلب بسیاری دیگر هم داشت فرصت باقی نبود و اما یکی دو خبر دیگر هم داریم از ایران در یک نگاه با شایا سالچو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دیدار با وزیر امور خارجه هلند که به تهران سفر کرده بود گفت توافق هسته‌ای به نفع منطقه و جهان است و اقدام آمریکا در خروج از برجام به ضرر ملت‌های منطقه، جهان و خود مردم آمریکا بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی همچنین افسوده همه باید تلاش کنیم برجام حفظ شود و ما در این زمین راه گفتگو با اتحادیه اروپا را نبسته ایم. قیمت سکه بهار آزادی در ایران از 6 میلیون تومان گذشت. بنابر اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران اصر روز شنبه سکه طرح قدیم 6 میلیون و 30 هزار تومان و سکه طرح جدید 6 میلیون و 50 هزار تومان شده است این در حالی است که تا چند هفته پیش قیمت سکه زیر 5 میلیون تومان بود دیروز همچنین بازار دلار با افزایش قیمت روبرو شد و قیمت هر دلار در بازار غیر رسمی به بیش از 15 هزار تومان رسید روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF ایران را به دلیل برآورده نکردن شروط لازم برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در فهرست سیاه خود قرار داد. همینجا بگم که پیام های بسیار زیادی از شما رسیدی که در ادامه برنامه حتما بهشون خواهیم رسید فعلا درباره ورزش بگیم درباره رویدادهای ورزشی البته پیشتر هم صحبتی مختصر داشتیم درباره القای همه بازی ها در ایران تا ده روز در پیش روی ویروس کرونا در ایران اما رویدادهای دیگری هم داریم از جمله کشتی قهرمانی آسیا که جزئیاتش را از علیا خوندان میشنویم خبرهای ورزشی رو با رقابت‌های پنج‌وزن نخست کشتی آزاد قهرمانی آسیا شروع میکنه که سهم ایران یک طلا یک نقره و دو برونز بود مشتبه گلیش در 97 کیلو حریف هندی خودش رو ده هیچ برد تا اولین مدال طلای ایران رو به دست بیاره امیر حسین حسینی در 70 کیلو ده چهار به حریف ازبک باخت و مدال نقره گرفت امیر حسین مقصودی کشتیگیر 65 کیلو ایران دو در رده بندی حریف ازبکش رو شکست داد تا مدال برونز بگیره و همینطور علی سوادکویی در 79 کیلوگرم 5 بر صفر مقابل حریف قزاقستانی خودش پیروز شد و مدال برونز گرفت تا حاصل کار تیم ملی کشتی آزاد ایران در 5 بر نخست یک طلا یک نقره و دو برونز باشه حالا علی بعد نیست که از بازی های دیروز و امروز لیگ برتر فوتبال انگلستان هم بگیم دیروز از هفته 27 لیگ برتر فوتبال انگلستان چلسی در داربی لندن دو یک تاتنهام را شکست داد تقابل فرانک لمپارد با مربی سابق خودش جوز مورینیو بود چلسی که دو هیچ روز دوشنبه مقابل منچستر یونایتد در خانه باخته بود چهار تغییر داد و هر چهار تغییر این تیم روی گل دومشون مؤثر بودن تا حریف خوش شکست به چلسی برلی سه هیچ برنموس رو برد کریستال پالاس در اولین پیروزی خوش در سال 2021 بر سر نیوکاسل رو شکست داد شفیلد یونایتد یک با برایتون مساوی کرد ساعت همتون دو بر صفر استون ویلا رو برد و در مهمترین بازی در واقع میشه گفت این هفته فوتبال انگلستان دو تیم دوم و سوم جدول یعنی لستر و منچستر سیتی به مساف هم رفتن که سیتی تونست یک بر صفر لستر رو در خونه خودش شکست بده گابریل جسوس بازیکنی که روی نیمکت نشسته بود به داخل میدان اومده در دقیقه 80 برای تیمش گل زد تا اختلاف تیم دوم سوم به هفت امتیاز برسه بازی کنی که بازی وسط هفته مقابل وست هم رو از دست داده بود رکورد خیلی خوبی مقابل لستر داره در پنج بازی اخیر خودش چهار گل زده جدول رو اگر بخوام نگاه بکنیم لیورپول با یک بازی کمتر 76 امتیازی سرنشین بلا منازعه فوتبال انگلیس هست منچستر سیتی 57 امتیازی از 27 بازی لستر 50 امتیاز چلسی 44 امتیاز و تاتنهام 40 امتیاز امروز هم سه بازی برگزار میشه منچستر یونایتد با واتفورد وولورهمپتون با نوریچ و آرسنال با و همینجا شماری از پیام های شما رو بخونم که تعدادشون بسیار زیاد هست امیدوارم که به بهشون برسم از فیسبوک شروع میکنم از امیر که نوشته یک دست کردن مجلس باز هم مثل سایر برنامه های جمهوری اسلامی ایران یک استراتژی است که در کوتاه مدت ممکن است برای مدتی جوابگوی سیاست های رژیم باشد ولی در بلند مدت تیشه به ریشه خود میزنند هرچه میخوریم از کوتهبینی سیاست گذاران است به نظر امیر بهمن گفته که دلیل اینکه یک روز قبل از انتخابات اعلان کردند که ویروس کرونا شایع شده آگاهی از شرکت کم مردم در انتخابات بوده افشین میگه فعالیت های هنری کنسرت ها, مسابقات ورزشی مدارس و غیره رو تعطیل کردن ولی حرم در شهر قم که منبع ویروس هم هست به نظر افشین حتما باید باز بمونه تا هم بیشتر کرونا رو نشر بده و هم خوب پول در بیاره این رو افشین نوشته عبدالحلیم از افغانستان گفت که امید است که آفت الهی از دید او از دیار شما رخت بربندد الماس نوشته که در تلگرام که میگه چطور مدارس دانشگاه ها و مراکز تجمع مثل سینما و کنسرت ورزشگاه ها تعطیل شدند ولی مراکز مذهبی که اغلب بهداشتی هم نیستند دایر باشند هاشم نوشته که پیروزی تیم قالیباف در انتخابات مجلس آزمونی برای این گروه است که آیا قادر خواهند بود در طول مدیریت خیش بحران روابط ایران با آمریکا و اسرائیل را حل و فصل کرده و های ایران را بردارند. و علی رزا ای که این که اعلام میکنند کرونا دو درصد بیشتر تلفات ندارد به نظر بدآموزی داره و فورا نزد مقام ها مقایسه میشه با تلفات ایجاد شده با اتومبیل پراید یا بنزین غیر استاندار در پتروشیمی ها و کلا موضوع کنترل این ویروس نزد مسئولین پیش پا افتاده و سبک در نظر گرفته شده میبینم که پیام خیلی زیاد هست و اگه فرصت شد حتما بهشون برمیگردم فعلا همینجا دفتر خبرهای سیاسی و اقتصادی اجتماعی ورزشی رو ببندیم البته گفتم اگه فرصت شد به پیام برمیگردم ولی حالا دل به دریا بزنیم یا در واقع اقیانوس ها که خبر اول راز دانش هم از اونجاست با سینا علی نشاد سلام به این شماره راز دانش خوش آمدید برنامه برای مرور تازه های علمی جهان نزدیک به 150 سال پیش مأموریتی اکتشافی در اقیانوس انجام شد که شواهد جمع وری شده در اون حالا به درک بهتر اسیدی شدن دریاها در کمک کرده که در گزارش اول دربارش خواهیم شنید و بعد میپردازیم به کشف گدال ناشی از برخورد شابسنگ بزرگی که 800 هزار سال پیش در آسیا به زمین برخورد کرد شاتل فضایی چلنجر که در سال 1986 دچار سانحه شد و همه سرنشینانش کشته شدند نامش رو از یک سفینه اکتشافی مهم دیگه گرفته بود البته نه یک سفینه فضایی بلکه کشتی به نام HMS چلنجر که از سال 1872 زیر نظر جانورشناسی به نام چارلز تامسون 70 هزار میل دریایی رو در سفری علمی طی کرد در جریان اون سفر هزاران نمونه از اقیانوس ها و هزاران گونه تازه کشف شد لینزی فاکس زمین شناس برای درک تغییرات اقلیمی زمین و به خصوص اسیدی شدن اقیانوس ها مشغول بررسی بعضی از این نمونه ها بوده. معمولیت اکتشافی HMS Challenger اولین کشتی در نوع خود این بود که دمای اقیانوس در اطراف جهان را اندازه گرفت از حوزه های مختلف اقیانوسی و عروض جغرافیایی مختلف بازدید و هر جا رفت حجم بزرگی از اطلاعات جمع آوری کرد از دمای سطحی تا دمای بستر گرفته تا ثبت انواع گونه ها و نمونه برداری از دریا این کشتی وقت زیادی را در نواهی گرمسری در اطراف هوایی سپری کرد. در قرن 19 بشر اطلاعات زیادی درباره بستر دریاها نداشت و تصور میشد آثار حیات فقط تا عمق 1300 متری پیدا بشه. اصولا این اولین بار بود که انسان سعی می کرد عمق اقیانوس ها را اندازه بگیره. در طول اون مأموریت خدمه کشتی حدود 4500 گونه جدید رو جمعآوری و در شیشه هایی حفظ کردند که بیشترشون حالا در موزه تاریخ طبیعی لندن نگهداری میشه. خانم فاکسوزی میده که چطور از های بیولوژیکی برای درک تغییرات اقلیمی استفاده میکنه. تخصص من دوره های خیلی سریع تغییرات اقلیمی در تاریخ است و سرعت این تغییرات در هیچ دوره ای به اندازه ای امروز نبوده. من روی گروهی از ارگانیسم های زنده به نام روزنداران کار میکنم که نوعی زوپلانکتون هستند و عمدتا در بستر دریا زندگی میکنند. روزنداران نوعی موجودات تکسلولی هستند که با استفاده از آب دریا برای خودشون پوسته محافظ از جنس کلسیوم کربنات درست میکنند و به گفته دکتر فاکس خیلی به شرایط محیط حساسند او میگه که ترکیب شیمیایی پوست این موجودات خیلی شبیه به ترکیب شیمیایی آب و وقتی ترکیب آب عوض میشه مواد تشکیل دهندی اونها هم تغییر میکنند یکی از آثار افزایش دیوکسید کربن در جو اسیدی شدن اقیانوس بوده اقیانوس زمانی اسیدی می شود که دی اکسید کربن اتمسفر در آب حل شود. این گاز با آب دریا ترکیب می شود و اسید کربونیک تشکیل می دهد. اسید کربونیک یک مولکول خیلی پایدار نیست. یعنی به راحتی تجزیه می شود و یون هیدروژن آن از دست می رود. افزایش همین یون هیدروژن است که پهاش دریا را کم می کند. یون هیدروژن شدیدن واکنش پذیره. که برای ارگانیسم که نیازمند کلسیوم کربنات هستند در سر درست میکنه چون یون هیدروژن با کربونات پیوند میخوره و پلانکتون ها و مرجان ها رو تا حدود زیادی از اون محروم میکنه در واقع به گفتی دکتر فاکس این ارگانیسم ها حالا برای به دست آوردن کلسیوم کربونات لازم باید با یون هیدروژن که محصول اسیدی شدن دریاهاست رقابت کنند و این تاثیر با مقایسه پوسته های امروزی و پوسته هایی که کشتی چلنجر کرده قابل مشاهده است ما متوجه شدیم که نمونه ارگانیسم های مربوط به دوره ما قبل صنعتی دارای پوسته های خیلی زخیم، سالم و قوی هستند. در حالی که پوسته ارگانیسم های امروزی بدون استثنا خیلی نازکتر است. درجه زخامت یا نازکی بسته به جانوری فرق می کند اما الگوها یکی است. یعنی نمونه های امروزی همیشه نازکتر از نمونه های دوره ما قبل صنعتی است. او اضافه می که درجه پیهاش اقیانوس الان در حدود 8.1 دهمه. که 3 درصد اسیدی تر از 140 سال پیشه به این ترتیب ارگانیسم هایی که کلسیوم جذب می کنن، یعنی نه فقط روزنداران بلکه همچنین فیتوپلانکتون ها مرجان ها و نرم به درد سر افتادن، در حالی که نقش مهمی در جذب کربن از اقیانوس دارند برای مثال این روزنداران فقط دو هفته زندگی می کنن و بعد به بستر دریا می ریزند و لایه ای از رسوبات را تشکیل می دهند. همین باعث خروج کربن از چرخه طبیعی می شود. اگر این موجودات برای ساختن پوسته در تقلا باشند کربن کمتری از چرخ خارج می شود که شرایط ناشی از کربن زائد در طبیعت را تشدید می لینزی فاکس از دانشگاه های کینگستون لندن بود. حالا میرسیم به یک معمای زمین شناسی و نجومی که به تازگی حل شده صدها هزار سال پیش شهاب سنگ بزرگی به آسیا برخورد کرد که هرچند مواد مذاب پرتاب شده از اون در طول هزاران کیلومتر در اطراف زمین پخش شده و قابل مشاهده است اما حفری ناشی از اون کاملا ناپدید شده کریسی زلزله شناس که این گودال رو کشف کرده توضیح میده ماجرا برای من از شهر هوشیمین در ویتنام شروع شد. وارد یک جواهر فروشی کوچک شدم و سنگ های ریز سیاه عجیبی رو دیدم که خانم فروشنده توضیح داد اونها تکتایت هستند. نامی که من به عنوان یک زلزله شناس هرگز نشنیده بودم. او تکه کاغذی با توضیحات علمی دستم داد که می گفت اینها ذرات ذوب شده ناشی از برخورد یک شهاب سنگ بزرگه که در بخش بزرگی از قاره آسیا پیدا میشه. پرسیدم این حفره کجاست؟ او جواب داد هیچ کس نمیدونه او میگه چنین شهاب سنگی با سرعت 20 تا 30 کیلومتر در ثانیه با انرژی عظیم جنبشی به زمین برخورد کرده و موادی که در اطراف محل برخورد وجود داشته رو به صورت مواد مذاب به راههای دور پرت کرده محققان میگن که این مواد تا ماداگاسکار اقیانوس آرام و اون طرف استرالیا یعنی قطب جنوب پرتاب شده حالا معلوم شده که محل برخورد این شهاب بزرگ یک آتشفشان در لاوس کنونی بوده و مواد آتش فشان به تدریج محل برخورد رو دفت کرده. <متصف> <متصف> میدانستیم که محل برخورد باید جایی در جنوب لاوس، جنوب ویتنام، شرق تایلند یا شمال کامبوج باشه. چون هرچه به این نقطه نزدیکتر می شدیم، تکتایت ها بزرگتر می شدن. گودال از زمان برخورد یعنی 800 هزار سال پیش نمیتونسته در اثر فرسایش ناپدید شده باشه چون عمر زیادی نداره پس باید جایی دفن شده باشه و فقط یک نقطه در تمام این منطقه با رسوباتی به اندازه کافی زخیم برای دفن چنین گودالی وجود داره فلاتی با گودازه های سرد شده به قطر 350 متر که میتونسته گودال رو مدفون کنه اونها با کمک ابزارهای فوق العاده دقیق میزان گرانش در 400 نقطه در این ناحیه رو اندازه گرفتن و متوجه حضور گودالی شدند که معلومه به جای خاک و مواد عادی با مواد دیگری پر شده تیم او تخمین میزنه که قطر این گودال حدود 15 کیلومتر و عمقش حدود 500 متر باشه و در اینجا به آخر برنامه این هفته میرسیم تا هفته آینده روزهای خوبی براتون آرزو میکنم و این هم پایان راز دانش این هفته بود از سینا علی نجات طبق وعده بر به پیام های شما که از راه مختلف برام فرستادین قاسم بیات در فیسبوک نوشته که پس مجلس شورای ملی آزادتر بود که اجازه داد مدرس نماینده شود مگر انقلاب برای آزادی نبود پاینده از افغانستان میگه شایی خبر کرونا در ایران باعث افزایش قیمت ماسک در افغانستان شده و در تلگرام مسعود میگه که درباره پرش سگام نظام به سوی انتخاب رهبری به گفته آقای علیزاده که با او صحبت داشتیم تدبیر کند بنده تقدیر کند خنده نادر گفته در مورد واقعی رایگیری باید بگم که چرا میزان مشارکت رو اعلام نکردن خب معلومه الان توی اتاق فکر هستن که چه ماستی ببندن برای ماسماری موضوع به نظر نادر محمد گفته که یکی نیست به آقایون جمهوری اسلامی بگه چرا با چین پروازهاتون رو محدود نکردین و تدابیر سایر کشورها رو در پیش نگرفتین. اگر نگران اقتصاد چین هستین مگه غیر از اینه که شما کمتر از نیم درصد گردش مالی این کشور هستین این هم نظر محمد بود در پایان ساعت اول چشمانداز بامدادی یک شنبه چهارم اسفند سپاسگزارم از همراهی تک تک شما